سلام، وقتتون بخیر باشه. مهرآرزو کریمی هستم و اینجا شرکت با یک آموزش جذاب در خدمت هستم و این بار آموزش روبیک تویستی کیوب یا تویستی روبیکس کیوب، یکی از روبیک های جذابیه که حلش واقعا لذت بخشه. یه ظاهری داره، نصف شبیه 3 در 3 هستش و نصفش اینجوری قوس داره. حالا روبیک استوانه قوس دارم شاید شنیده باشین، ولی اسم اصلی و دقیقش تویستی کیوب هستش که میخوایم با هم یاد بگیریم. خب بچه، قبل اینکه سراغ آموزش، حتما کانال یوتیوب من سابسکرایب کنین. اگر که یوتیوب من رو ندارین، خیلی راحت به این داخل یوتیوب فارسی سرچ کنین، مهرآرزو کریمی روبیک، کانال یوتیوب من براتون میاد. اونجا بیش از 20 مدل روبیک مختلف، 2 در 2، 3 در 3، 4 در 4، 5 در 5، 6 در 6، 7 در 7، انواع و اقسام روبیک های حجمی و زیاد و اشکال مختلف رو تدریس کردم. دیگه به این روبیک های عجب وجب و سخت و اینا رسیدیم. حتما یوتیوب سابسکرایب کنین، لایک کنین، لطفا حمایت کنین اونجا رو. ترچ سوالی اگر داشتین میتونین از طریق کامنت یوتیوب بپرسین و اینکه تو دایرکت اینستاگرام از من سوال بکنین. اگر خواستین شکل چیزی ارسال کنین، همینطور آموزش رو بعد از چند روز توی آپارات هم گذاشته میشه. اگر که خواستین به صفحه آپارات هم دسترسی داشته باشین، کافیه توی گوگل سرچ کنین آپارات مهرآرزو کریمی، اولین لینک آپارات بنده هستش. خب بعد از اینکه حالا کانال رو سابسکرایب کردین و ویدیو رو لایک کردین، بریم سراغ آموزش. تویستی روبیک یا تویستی روبیک خیلی ساده است، تلفیقی از 3 در 3 هستش، یعنی کاملا 3 در 3. فقط دو سه بخش آخرش رو من خود تغییر دادم چون یه اروری داره و من برای اینکه دیگه حالا شما ارور نخورین و نخواهیم فرمول جدید حفظ کنید، یه جور دیگه تدریسش کردم. بچه اگه 3 در 3 رو بلد نیستین، باید 3 در 3 رو اول یاد بگیرین، بعد بیاین سراغ این آموزش، چون این آموزش ادامه 3 در 3 هستش و حتما برای یادگیری 3 در 3 رو نیاز دارین. شما هی فلش بک میزنم به روبیک 3 در 3. خب بریم سراغ آموزشمون. اول 3 در 3 رو خراب میکنم. حالا که 3 در 3 رو خراب کردیم، میریم برای تویستی. اوه چه روبیک جذابی هم هست، یه روبیکی که کاملا حجمی میشه و در نگاه اول فوق العاده سخت، اما اگه میخواین راحت یادش بگیرین، کافیه تا آخر این ویدیو آینده همراه باشین. خب بچه ها، تشابهش با 3 در 3 چیه؟ اینه که لایه هاش این 3 در 3 میچرخه، راست و بالا و چپ و زیر و همش اینمونه. مرکز زرش مثل مرکز زر. بچه ها مرحله اولش این مرحله اول 3 در 3 هستش. توی مبتدی هایتونه گفتم که یک به اضافه دوره مرکز زرد درست میکردیم، یک به اضافه با سفید دور مرکز زرد. تو 3 در 3 مبتدی یادتونه اینو تدریس کردم بهتون. اینجا هم دقیقا همون کار رو باید بکنیم، کار دیگه ای لازم نیست بکنیم. پس طبق همون روال 3 در 3 همون کار رو میکنیم. مثلا اینجا یه سفید داریم، میبریمش بالا کنار زرد. اینجا یک سفید دیگه داریم، میبریم بالا کنار زرد. بچه چرا من دیگه این ساختن سفید رو توضیح نمیدم؟ چون که قبلا توی 3 در 3 کاملا بهتون یاد دادم که آقا چجوری مهرهای سفید بیارین دور زرد. اگر که 3 در 3 رو آموزشمون ندیدین، توی کپشن همین پست، توضیحات همین پست، من لینک آموزش 3 در 3 رو گذاشتم، طبق اون دارم پیش میرم، پس طبق اون مشاهده کنین. خب به اضافه ما دور مرکز زرد درست شد. خب خیلی هم عالی درست شد. حالا میریم گام دوم. گام دوم چی بود بچه‌ها؟ میگفتیم آقا این مهرهای زیر سفید، یعنی رنگ لباس و شلوار اصطلاحا میگفتیم، این دو تا رنگ رو با هم ست میکردیم، دو تا اف میزدیم. این دو تا رنگ رو ست میکردیم، دو تا F میزدیم. این سفید دوباره اینا ست، دو تا F، این ست، دو تا F. حالا بچه که با من کار کردن آموزش قبل دیدن میدونن که من آموزشم پیوسته است و طبق همون داریم پیش میریم و راحت. ولی اگه 3 در 3 رو از آموزش من یاد نگرفتین، حتما تو کپشن به این آموزش درسمو ببینین، بعد بیان سراغ این آموزش. اینجا هم همونه، ولی خب فرقش چیه؟ اوه خب این یه بچه مرکزش دو رنگه، خیلی سخت و عجیب غریبه. بچه این ترتیب مهمه. اول از قرمز شروع میکنم. بچه ها رنگ قرمز باید بره روی مرکز قرمز و سبز، روی مرکز قرمز و سبز. ببینید یه قرمز و آبی هم داریم، چرا حالا باید بره روی قرمز و سبزشون ترتیبشه؟ پس سفیدی که زیرش قرمزه باید بره روی مرکز قرمز و سبز. اگر قرمز و سبزش درست بود که خب چه بهتر، اما اگه مثلا فکر کنیم اینجوری بود، مثلا قرمز هم روش برعکسه، چی کارش کنیم؟ این برعکس شه، میدمش کنار، اینو دوبار میچرخونم، برعکس که شد اینو بر میگردونم، دوباره دو تا اف میزنم، این درست شد قرمز و سبز. بچه ها سفید نارنجی، رنگ نارنجی، حتما باید بریم روی آبی و نارنجی، یعنی مرکز آبی و نارنجی رو پیدا کنیم
رو نارنجی و سبز نمیخوایم، ما رو نارنجی سبز کاری نداریم، میریم روی آبی و نارنجی. ای بابا اینم که برعکسه، چیکار کنیم؟ باید کامل اونوری شه دیگه، میدمش کنار، دو دور اونوری میکنم، برمیگردونم، دو تا اف میزنم، اینم حل شد. سفید و آبی، بچه سفید و آبی حتما باید روی آبی و قرمز باشه. این الان مرکز سبز نارنجیه، این آبی نارنجیه. خب اینم آبی و قرمز. خب آبی قرمزش کجه بچه، چی کار میکنم؟ اینو میفرستم کنار که درگیر نشه، اینو میارم این وری میکنم، این وری شد. حالا دوتا اف میزنم، اینم حل شد. بعدی سفید و سبز، بچه سفید و سبز باید بره روی سبز و نارنجی. اومد روی سبز و نارنجی نشد، میدمش کنار، یه اف میزنم، برمیگردونم. نشد، دوباره میدم کنار، یه اف میزنم، برمیگردونم. یه خورده چون حجمیه سخت میچرخونه، بازم نشد، بازم میدم کنار، یه اف میزنم، دوباره برمیگردونم. حالا که شده دوتا اف میزنم و پایین به اضافه سفید ما کاملا درست میشه. بچه ها ترتیبش مهمه، پس سفید و قرمز حتما باید رو مرکز قرمز و سبز باشه، سفید و سبز باید رو مرکز سبز و نارنجی باشه، سفید و نارنجی باید رو مرکز آبی و نارنجی، و سفید و آبی باید رو مرکز آبی و قرمز باشه. به اضافه همون درست شد، اینا هم مرکزهاش درست شد. مرحله بعدی این گوشهای 3 درسته ایمونه بچه ها. یادتونه گوشهای 3 درسته رو درست میکردم؟ دو تا گوشه داشتیم، فرمول سمت راست و فرمول سمت چپ داشت. اگه سمت راست بود میشد U R U پریم R پریم، سمت چپی بود چی میشد؟ میشد U پریم L پریم U L، همونه دقیقا، چیز عجیبی نیست. خب بعد از اینکه فهمیدیم کدوم فرمول رو باید حل کنیم، یه گوشه انتخاب میکنم، سفید و سبز و قرمز. سبز و قرمز رو باید برم بین مرکز سبز و قرمز. سبز و قرمز کجاست؟ میام اینجا. خب اینجا سبز، اینجا قرمز، میام بین لبه سبز و قرمز میذارم، سفید سبز قرمز، دقیقا میذارمش بین لبه سبز و قرمز. سمت راست فرمول U R U پریم R پریم رو میذاریم، این حل شد. بعدی چه رنگیه؟ بعدی خب اینجا دارم، سمت چپ داریم درست کنم. بعدی سمت چپ بین رنگای نارنجی و آبی، بچه فرمولاشو گفتم دیگه، فرمولاش این همون 3 درسه هستش، چیزه جدیدی برای ما نداره. حواستون به این قضیه باشه. بذار من یه بار دیگه نشونتون بدم. خب یا راست داشتیم یا چپ. اگه راست بود میشد U R U پریم R پریم، چپ بود میشد U پریم L پریم U L. خب حالا سفید آبی نارنجی، سفید آبی نارنجی بره بین لبه آبی نارنجی، لبه آبی اینجاست، لبه نارنجی اینجاست، میارم بین لبه آبی و نارنجی. حالا که اومد بین لبش، سفیدو میگیرم روبرو سمت چپه. چپ فرمولش چی بود؟ U پریم L پریم U L، تموم شد، اینم حل شد. این تیکه سفید بعدی سفید سبز نارنجی، پس باید برم بین مرکز بین لبه سبز و نارنجی، میارمش بین لبه سبز و نارنجی سمت چیه؟ راسته. حالا که سمت راستش فرمولی، سمت راست U R U پریم R پریم، اینم حل شد. یه دونه مونده افتاده پایین، بچه پایین بود همون فرمول هر طرفی هست دادن، مثلا این 3 درسته پایین اینم، اگه پایین بود چی میزدیم؟ U R U پریم R پریم میزدیم دیگه. اینجا هم همون کار رو دقیقا انجام میدیم، میگیم آقا پایینه U R U پریم R پریم، اینم افتاد بیرون. سفید و آبی و قرمزه، باید داره بین لبه های آبی و قرمز فرمول U R U پریم R پریم میزنیم، اینم حل میشه. تو مرحله بعدی همون مرحله ساختن لایه دومه بچه، همون ساختن لایه دومه، تا اینجا می ساختیم تا این شیشتایی پایین همونه، ولی فقط فرمول سمت راست رو لازم داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این فرموله بودش، می گفتیم می زهیمش اگه همرنگ سمت راست باشه U R U پریم R پریم U پریم F پریم U F، او صفحه براتون می نویسم در قصد بخواهیم بش. خب یه مهره انتخاب کنیم که زرد نداشته باشه، از این مهره کوچیکا. خب این که زرد داره، این زرد داره، این نداره، این آبی رو انتخاب میکنم، میرم روی مرکز آبی وای میسم، مرکز بالایی مهمه ها، نمیگم آقا این رو اینها، نه این پایینش آبی بالاش نیست، میرم روش وای میسم. حالا که وایسادم هم رنگ سمت راسته، میخواد بید اینجا دیگه، همین یه دونه فرمولی که اینجا داریم، فرمول سمت راست رو براش میزنیم، U R U پریم R پریم U پریم F پریم U F. مهره بعدی که زرد نداره اینه،
دوباره نارنجی، میریم مرکز نارنجی، دوباره همین فرمول سمت راست، U R U پریم R پریم U پریم F پریم U F، اینم درست شد. بعدی سبز، میریم مرکز سبز، خواهد بره سمت راست، فرمول U R U پریم R پریم U پریم F پریم U F، همه دو ردیف اولمون کاملا درست شد. خب توی مرحله بعدی اگر که میخواییم سه درسته پیش بریم، باید به اضافه زر درست کنیم، درسته؟ حالا که هم به اضافه درست کنیم، یا باید شکل نقطه ایجاد شه، یا باید خط کج ایجاد شه، یا باید خط صاف ایجاد شه، یا هم که به اضافه. اینو نگاه کنین، نه نقطه است، نه خط کج، نه خط صاف، نه بزنید، یه نیم خطه. اگر به این حالت خوری، این حالت اروره بچه ها. ارور فرمولش با این حل میشه: R U پریم R پریم U F پریم U 2 F U 2 F پریم U F. اگر به اون ارور خوردین اینو بزنین، ارورتون برطرف میشه. حالا چه حالتی داریم بچه؟ حالت خط رو داریم. حالا یه بار حالتش هم براتون مرور کنم، بدونین همه حالتش چجوری به وجود میاد. مهرمون هم در اومد، مرکزش جا بندازیم. خب الان حالت نقطه رو داریم دیگه، ارور نیست. اگه ارور بود گفتیم یه چیزی باید اضافه باشه. اگه نقطه بود، فرمول همون به اضافه ذره 3 درصد رو میزنیم، F R U R پریم U پریم F پریم، همون رو میزنیم، F R U R پریم U پریم F پریم، شد خط کج. خط کج اینوری میگیریم، دوباره فرمول رو میزنیم، F R U R پریم U پریم F پریم، شد خط صاف. حالا خط صاف رو چیکار میکنیم؟ همون فرمول، F R U R پریم U پریم F پریم. خب به اضافه همون درست شد. بعد به اضافه تو سه درسه میرفتیم سراغ ماهی دیگه، درسته؟ میرفتیم درست کردن ماهی. ولی اینجا ماهی نمیزنیم، چون ماهی بزنین بچه تو مرحله آخر به یک اروری میخورین که این مرکزتون برعکس میشه، نمیخوام به اون ارور بخورین. پس دیگه با اینجاشو به بعدش دیگه تو آموزش سه درسمون نبوده، گوش کنین یاد بگیرید بچه. دو تا از اینا رو ست میکنیم، دو تا از اینا، مثلا الان آبی ست شد با مرکزش، نارنجی هم ست شد. کی خرابه؟ قرمز خرابه و سبز. پس همینجور که میچرخونین همیشه دوتا ست میشن، قرمز فقط ست، بقیه ست نیست، سبز و دیگه هیچ کدوم ست نیستن. دونه دونه بچرخونین تست کنین، فقط سبز سته، الان آبی سته با نارنجی. وقتی دوتا ست شد، یکیشو بگیرین پشت، یکیشو بگیرین چپ. این فرمولی که میگم رو میزنین تا این دوتا هم ست شه. فرمولش چیه؟ R U2 R پریم U پریم R U پریم R پریم U پریم. اینو که میزنین همه اینا ست شد. تو مرحله بعدی باید چیکار کنیم؟ باید گوشه ها رو درست کنیم. گوشه ها چجوری درست میشن؟ بچه نها کنین، اینجا باید گوشه زرد و قرمز و آبی باشه دیگه، چون اینجا بین زرد و قرمز و آبیه، ولی این آبی داره، پس این غلطه، این مهرش جاش درست نیست. اینو نگاه میکنین، اینجا زرد باید باشه، سبز باید باشه، قرمز، ولی زرد و قرمز و آبیه، یعنی مهره ست نیست. خب اینم ست نیست، میام این بعد. اینجا بالا باید زرد باشه، یه طرفش سبز، طرفش نارنجی، زرد سبز نارنجی. بچه این سته، ما باید اصطلاحاً اورینت کنیم. یعنی چی؟ یعنی مهره ها رو تو جای خودشون قرار بدیم. چه جوری؟ این همین، یه دونه از این مهره هایی که اورینت هست رو پیدا کنین. اگه یه دونه تو همه روبیکا یه دونه هست، الان کنین زرد سبز نارنجی، دیگه لایبراتون تکون کنید که اینا خراب نشه. میگیرینش اینجا سه گوش پشت، ببینین زرد و سبز و نارنجی، میگیریمش پشت اینجا میگیریم. این فرمولی که میگم رو یک یا دو بار بزنیم، همه اینها سر جای خودشون قرار میگیرن. R پریم U L U پریم R U L پریم U پریم. یک بار میزنیم، نگاه میکنیم، خب آبی و نارنجی و زرد بین خودشه،
آبی و قرمز با زرد بین خودش، زرد و قرمز هم همشون بین خودشون. میبینین بچه ها اگر با یک بار نشد دوباره همون سه بچه رو میگیریم این گوشه، یه بار دیگه فرمولو میزنیم و انجام میشه. خب حالا همه سر جای خودشون باید برعکس شن، درسته؟ خوب دقت کنین که اشتباه نکنین. یه مهره که خرابه رو میگیریم بچه، تو مرحله قبلی اگر هیچ گوشه ای حتی یه دونه سر جای خودش درست نبود که اینجا بگیریمش، یه بار فرمول بزنین اون یه دونه ایجاد میشه، حواستون این قضیه باشه. یه دونه از این مهره که خرابه رو میگیریم سمت راست، این فرمولی که میگم رو انقدر تکرار میکنیم تا زرد این بیاد بالا. این خرابه دیگه، درسته؟ بله. R پریم D پریم R D، درست نشد. دوباره R پریم D پریم R D، درست شد. خب پایین خراب شده، اشکال نداره، پایین باید خراب شد، اشکال نداره. نمیایم حالا واسه بعدی رو بکنیم وری کنیم ما، نه، این ثابته، اینو میفرستیم کنار، این خرابه رو میاریم جلوش، همون فرمولو میزنیم R پریم D پریم R D، درست نشد. R پریم D پریم R D، درست نشد. R پریم D پریم R D، درست نشد. R پریم D پریم R D، این درست شد. بچه هر چند بار که لازم بود بزنید تا درست شد. حالا درست شد نمیگه آقا بیاییم بیاییم بعدی یا نه، بعدی رو میاریم جلوتون، فرمول تکرار میکنه. R پریم D پریم R D، درست نشد. R پریم D پریم R D، درست نشد. پس انقدر تکرار میکنیم تا درست شد. R پریم D پریم R D هم یه دونه است. R پریم D پریم R D، این هم درست شد. حالا یه دونه U دیگه میزنیم که این خرابه هم بیاد سمت راستمون، دوباره تکرار میکنیم. R پریم D پریم R D، درست نشد. R پریم D پریم R D، درست شد. دیگه خرابی نداریم که بیاریم جلومون، پس روبیکمون حل شد و این هم آموزش روبیک جذاب تویستی روبیکس کیوب، که یکی از روبیک های جذاب و حجمی هستش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین، حتما با دوستانتون به اشتراک بذارین، کانال ما رو براشون بفرستین که اونا هم اگه دوستان وارد دنیای روبیک بشن این آموزش رو ببینن. حتما 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 به کانال سر بزنین، دنیایی از آموزش ها و ویدیوهای روبیکی هستش. امیدوارم لذت برده باشین، ارادت، موفق باشین، خدا نگهدار.